هیچی قائم نمی کنن، هیچ چیز ناروشن و نامفهومی ندارن، موازه و حقیقت و آرمان و هدفی که دارن، حتی برای چی تو اشرفن، کی اومدن، چطوری اومدن، کیا هستن، چطوری هستن، همش مشخصه، چیزی برای قائم کردن ندارن. این برای همه روشن شد، یعنی کاملا برعکس شد، کاملا رو سر خودشون خراب شد. همون شب بعدش یه طوفان اومد، هرچی اوراق و هرچی کثافت ریخته بودن که شما گفتین همه از قرارداد بیرون بود. اصلا ما کسی فکر نکنم که کاغذ جمع کرده باشه، مثلا از میان تو سر قرارداد دونه کاغذ نیست، همه طوفان از همه برد سر خودشون. یعنی این نکته خیلی برجسته، این که شما گفتین که واقعا سوخته، واقعا سوخته. ما حالا آماده هستیم برای هر شیقی، مهم نیست برام، ما خودمون آماده کردیم، چیزی هم نداریم که برای دست دادن. ما خودمونیم، خودمون بودیم و هستیم و خواهیم بود. ولی تنها چیزی که هست تو این وسط رژیم مالی مالکی بود. حتی خود خبرنگاری که بودن، این خبرنگار میگه چرا ما نمیشن، چرا نمیذارن ما کارمون آزادانه انجام بدیم. سلام علیکم. سلام علیکم، هستم شما برادر قربانم. مردم پای این که تعهد جدیدمو بدم و خودم بروز کنم، ولی الان با بحثی کردیم میخوام سر نکاتی که گفتین صحبت کنم. خودتون هم تو پیامتون اشاره کردین، گفتین همه چیز تو عراق از انتخابات چیده میشه. به نظرم مثلا دست گذاشتن رو جابجایی ما و اینکه بخواد ما رو جابجا کنه، چه برسه به اخراجش و هر کار دیگه، یا وارد شدن به صورت خوشنطامیز برای جابجایی، نظرم این دستگاهشو به هم میریزه و به نفعش نیست. اگه یادتون باشه توی آدم دوایی، توی دوتا برادرامو که حسین پویان و محمد علی زاهدی که روبوده شدن، اونجا که ما افشا کردیم که این کار رژیمه و مشخصا وزارت کشور عراق پشت این قضیه است و طبقه پنجم وزارت کشور افشا کردیم، دیدیم یک حجم عظیمی از اعتراضات که تا قبل از این خاموش بود و صداشون در نمی‌اومد، بعد از این اومدن روی صحنه و این موضوع رو کردن که خیلی به ضرر رژیم شد تو عراق.